شماری از مسئولان رسانه‌های محلی هرات در یک گردهمایی وضعیت مالی این رسانه‌ها را نگران کننده می‌خوانند. آنان هشدار می‌دهند که اگر دولت از رسانه‌های محلی حمایت نکند، نشرات چندین رسانه در هرات متوقف خواهد شد. این شمار از مسئولان رسانه‌های محلی از دولت می‌خواهند که در قسمت مالیات و پول صرفیه برق با آنان همکاری کند. شماری از مسئولان رسانه‌های محلی هرات اینجا گردهم آماده و نگران آینده فعالیت رسانه‌هایشان هستند. اینکه رسانه‌های محلی در وضعیت بد مالی قرار دارند و سخت نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. این مسئولان رسانه‌ها قصد دارند تا طی یک نامه نگرانی‌هایشان را به شخص رئیس جمهور غنی برسانند. آنان خواهان کاهش شخص مالیات از رسانه‌ها و کم شدن پول صرفیه برق هستند. این اصحاب رسانه‌های محلی هرات هشدار می‌دهند که دولت در این زمینه جدی اقدام نکند، در آینده نزدیک بیشتر این رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند. تکس جوازهای مخابرات و اطلاعات فرهنگ از رسانه‌های محلی 50% کمتر از رسانه‌های ملی اخذ شوند. سوم، پول صرفیه برق رسانه‌های محلی به اندازه قیمت صرفیه برق شهری و خانه‌های رهایشی محاسبه شود. چهارم، تکس جواز آیسا از رسانه های محلی 50% کمتر از شرکت های تجارتی و فابریک های تولیدی و صنعتی اتخاذ شود. از سوی دیگر مسئولان نهادهای خبرنگاری در هرات هشدار میدهند که بیش از نصف رسانه های محلی این ولایت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و به زودی نشرات این رسانه ها متوقف خواهد شد. به گفته این نهادهای خبرنگاری، رسانه‌های محلی منابع مالی محدودی دارند و دسترسی به منابع دولتی و نهادهای خارجی ندارند. بزرگترین مشکل رسانه‌های افغانستان در شرایط فعلی که ولایت هرات هم استثناء از اون نیست، مشکلات مالی رسانه‌های افغانستان در شرایط فعلی واقعا برای پیشبرد حیات خود و فعالیت خود با منابع مالی نیاز دارند، ولی متاسفانه منابع مالی وجود نداره. حکومت وحدت ملی شبیه به کشورهای که امروز رسانه‌های آزادی بیانشان حمایت میکنن مثل هند و مثل امریکا که از رسانه‌ها حمایت میکنن و رسانه از اونها کمترین مالیه به حکومت پرداخت میکنه و همچنان مصرف برق از اونها بسیار کم است و کرای خانه اونها نمیپردازن و میخواهیم که حکومت افغانستان هم این روند را داشته باشه. همکنون در هرات در کنار رسانه‌های ملی 19 تلویزیون، 23 رادیو و چندین رسانه چاپی فعالیت دارند. بیشتر این رسانه‌ها از سوی تجار راه‌اندازی شدند. خیلی از این رسانه‌ها حتی سال‌ها می‌شود که مالیات خود را به دولت پرداخت نکرده و آنگونه که مسئولان این رسانه‌ها می‌گویند توان پرداخت مالیات انگفت به دولت را ندارند.